روش مطالعه درس جز مواردی هستش که اکثر بچه ها راجبش سوال میپرسن. همطور که میدونین زیست یک درسی هستش که ضریبش توی کنکور تجربی 12 و جز مهمترین درس های کنکور تجربی هستش. توی این ویدیو میخوایم روش مطالعه زیست رو با هم دیگه بررسی کنیم، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشیم. سلام بچه‌ها، من آیلین هستم از دکتر مولین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما به صورت هفتگی ویدیوهایی رو در رابطه با مطالب مشاوره‌ای آپلود می‌کنیم. اگه از مخاطبای جدید دکتر مولین هستین، خوشحال می‌شم کانال ما رو سابسکرایب کنیم و زنگوله رو روشن کنیم. لطفاً ما رو تو اینستاگرام هم فالو کنید. خب بچه‌ها، همونطور که خودتون هم می‌دونین زیست مهم‌ترین درس کنکور تجربی هستش. شما اگر که بخواین تو زیرشاخه‌های کنکور تجربی توی دانشگاه ادامه تحصیل بدین، اصلی ترین درستون مربوط به درس زیست هستش. حالا چه رشته پزشکی باشه، چه رشته دندون پزشکی باشه، همه اینا مربوط به درس زیست هستن. یعنی کنکور تجربی مهمترین درسش زیست هستش و شما اگه کارنامه های کنکور های سالای اخیر رو بررسی کنید، ببینید که ما دانش آموزایی داشتیم که بقیه درساشون متوسط بوده، ولی چون درصد زیستشون خیلی بالا بوده رتبه خوبی تونستن بیارن و تونستن توی رشته های تاپ پزشکی و دندون و دارو توی دانشگاه های تاپ کشور قبول بشن. در رابطه با کارنامه های کنکور سالای قبل ما یک ویدیو داریم که پارت دوش هم قرار به زودی بیاد که بچه‌ها خیلی ازش استقبال کردن و توی کامنت‌ها گفتن که پارت 2 هم حتما بسازیم. این بالا لینکش براتون میاد، مربوط به تحلیل کارنامه‌های کنکور 1400 هستش. اگه دوست داشتین میتونین اون ویدیو رو هم ببینید. شما برای اینکه بتونین توی آزمون‌ها درصد زیستتون رو بالا ببرین، دو تا عامل هستش که حتما باید رعایتش کنید. یکیش اینه که شما باید روش مطالعه درست و اصولی زیست رو بلد باشین، و مورد دوم که خیلی مهمه این هستش که شما برای مطالعه زیست باید زمان خیلی زیادی رو اختصاص بدین. یعنی ما 8 درس داریم توی کنکور تجربی و مهمترینش زیست هستش. مسلماً اون تایمی که شما برای دینی میذارین یا برای فیزیک میذارین کمتر از تایمی باید باشه که برای مطالعه زیست اختصاص میدین. خب حالا میریم سراغ اصل موضوعمون که مطالعه درست زیست هستش. ببینید، شما توی مدرسه یا کلاس خارج از مدرسه که شرکت میکنین، یه شخصی، یه دبیری میاد اون مطلب رو بهتون تدریس میکنه، به صورت کاملا دقیق و با دقت کامل به مطالبی که بهتون تدریس میشه دقت کنید. یه نکته بهتون بگم که توی کلاس که معلم داره براتون مطلب رو، درس رو تدریس میکنه، حواستون به این نباشه که حتما جزوه نویسی بکنید. هدف اینه که شما اون مطلب رو یاد بگیرین و موقعی اون رو یاد میگیرین که بهش گوش بدین. خب ببینید بچه، دلیل این که من بهتون میگم که شما حین کلاس حواستون به این نباشه که مطالب رو یادداشت کنین، جزوه نویسی بکنین، این هستش که شما وقتی حواستون به این باشه که اون گفته هایی که اون معلم میگه رو بنویسین، اصلا دیگه دقت نمی کنین ایشون داره چی میگه، مطلب رو یاد نمیگیرین و عملا این بر شما وقت تلف کنی میشه. در ضمن این که شما ایشون با سرعت تدریس میکنن، شما آروم آروم دارین مینویسین، نصف نیمه میمونه مطالب و کلن اصلا براتون مفید نیستین. خب حالا که رسیدین خونه و میخواییم مطالعه رو شروع کنید، اولین و مهمترین منبع شما کتاب درسی هستش. ببینید، منبع کنکور کتاب وزارتی هستش، نه کتاب تست. پس اولین جایی که شما باید مطالعه زیست رو از اون شروع کنین کتاب درسی هستش. کتاب درسی رو باز کنین. حالا مثلا هر 2 ساعتی که شما میخواییم مطالعه کنید، یه گفتار رو فقط مطالعه کنید. اینطوری نباشه که بخواییم یه فصل رو کلن بخونید. مثلا شما میخواییم گفتار یک فصل مثلا 3-11 رو بخونید. کتاب درسی رو باز کنین و برای هر صفحه اگه لازم باشه 10 یا حتی 15 دقیقه هم وقت بذارید. کتاب درسی رو باز کنین، متن رو اول بخونید. بعد از متن برین سراغ شکل کتاب. ببینین، شما اگه فرض کنین که طراح بودین، از این شکلی که توی کتاب هستش چه سوالی طرح می‌کردین که دانش آموزا کنکوری نتونه اینو جواب بده، یا به چه نکته ریزی توی شکل دقت می‌کردین که یه دانش آموز بهش دقت نکرده باشه و نتونه اون سوالو جواب بده؟ با این فرض شما میتونین مطالعه بهتری داشته باشین. نکته بعدی این هستش که به قیدهای کتاب حتما دقت کنید. توی کنکورهای سالهای اخیر و توی آزمونهای آزمایشی سوالهای خیلی زیادی هستن که از قیدها طراحی میشن. هر صفحه کتاب درسی رو اگر لازم باشه براش 10 تا 15 دقیقه هم وقت بذارین، حتی اگر لازم باشه بیشتر هم براش وقت بذارین، به خاطر اینکه شما اولین بارتونه دارین این مطالب رو میخونید.
تک تک جملات کتاب درسی رو آنالیز کنین، یه جمله ای نوشته ببینین از این جمله چجوری میتونه تر را سوال تر کنه، چجوری میتونه اینو بپیچونه یا ترکیب بده با قسمت‌های دیگه ای کتاب که بتونه یه سوال سخت براتون طراحی کنه. خب حالا که شما یه گفتار رو خوندین تمام کردین، دوباره برگردین از اول اون گفتار تا آخرش به صورت روزنامه وار کتابو مطالعه کنید. خب بچه‌ها شما مطالبو حالا دوبار خوندین، یه بار براتون تدریس شده که اون حالا جزء خوندن حساب نمیشه، یه بار شما از کتاب درسی به صورت کاملا جزئی و دقیق همه شکل و قید و همه چیز کتاب رو بررسی کردین و خوندین، یه بار هم به صورت روزنامه وار از روی مطالبی که توی کتاب نوشته شده خوندین. حالا وقتشه که شما برین سراغ تست. اینم بگم که اگر فکر میکنید هنوزم مطالب و کامل متوجه نشدین، اول برین سراغ درسنامه. ببینید سراغ درسنامه رفتن همیشه لازم نیست، یه تایمایی مباحث آسونه، شما اصلا نیاز نیست برین درسنامه بخونین، میرین سراغ تست میتونین تست رو جواب بدین. ولی اگه فکر میکنید هنوز یه سری جاها براتون مبهمه متوجهش نشدین، برین سراغ درسنامه و مطالبی که بلد نیستین رو از درسنامه بخونید. خب الان وقتشه که شما اگر درسنامه رو خوندین یا اگرم حالا نمیخواستین بخونین لازم ندین، برین سراغ تست زنی. تست زنی زیست به این صورت هستش که اول شما با تستای آموزشی شروع میکنید. من در قالب یه ویدیو تستای آموزشی و سنجشی و زماندار بهتون توضیح داده بودم که چجوری هستش و چجوری باید اون تستا رو بزنید، که این بالا لینکش براتون میاد، میتونید برین و اون ویدیو رو ببینید. خب حالا شما که تست آموزشی رو شروع کردین، شما باید به صورت اوپن بوک تست بزنید. یعنی چی؟ یعنی که کتاب جلوی شما بازه، تست رو میخونید، اگه جوابش رو بلدین که خوب اوکی جواب میدین، از پاسخنامه چک میکنید که جواب درست هست یا نه. اگه جوابش رو بلد نیستین، قبل از اینکه بریم پاسخنامه رو چک کنین، شما باید برین از کتاب درسی چک کنین ببینین جواب این سوال کدوم قسمت کتاب درسی نوشته شده. کتاب درسی رو کلا بگردین که جواب پیدا کنین. اگه احیانا بازم از کتاب درسی جواب پیدا نکردین، بریم پاسخنامه تشریحی رو بخونید و دوباره وقتی دیگه پاسخنامه رو خوندین، جواب سوال رو متوجه شدین، یاد گرفتین، دوباره برگردین به کتاب درسی که ببینید اون چیزی که جوابش رو پیدا کردین میتونین تو کتاب درسی دقت کنین و پیداش کنین یا نه. یه نکته هم بهتون بگم، اول ویدیو گفتم که به شکل کتاب خیلی دقت کنید. ببینید حتی به نوشته هایی که زیر شکل هستش هم شما باید دقت کنید. مثلا یه سری جاها می نویسه که مثلا فلان شکل با میکروسکوپ الکترونی. طراح میاد برای شما این سوالو میده که مثلا فلان چیز با میکروسکوپ نوری هم دیده میشه، در حالی که خود کتاب نوشته میکروسکوپ الکترونی. اینا چیزای خیلی ریزی هستن ولی ازشون سوال تر میشه، پس به همه جای کتاب باید دقت کنید. حالا ممکنه این سوالو بپرسین که برگشتن به کتاب درسی چه سودی برای ما داره. ببینید شما چون دو بار فقط کتابو خوندین، دو بار اون مطلبو خوندین، تسلط زیادی نسبت به کتاب ندارین. وقتی شما سوالو میخونیم و جوابشو بلد نیستیم برمیگردیم به کتاب درسی، این خودش یه نوعی برای شما مرور یا تکمیل یادگیری هستش. یعنی شما بلد نیستیم برمیگردیم به کتاب درسی، چندین بار که برگشتین یه مطلبیو که براتون جا نیافتاده بود متوجهش نشده بودی، اونقدر براتون مرور میشه که دیگه شما اون قسمت براتون مثل آب خوردن میشه. خب این نوع تستا رو گفتیم که تستای آموزشی هستن. یه نکته دیگه هم راجع به اولین باری که شما یه مبحث رو تست میزنین بگم. ببینید شما هر یه سوالی که تست میزنین جوابشو برین از پاسخنامه چک کنید. یعنی اینطوری نباشه که 4 5 تا سوال بزنید بعد برید پاسخنامه رو نگاه کنید. هر یه دونه سوالی که میزنین با بررسی تک تک گزینه‌هاش برید از پاسخنامه چک کنید و تا زمانی که قانع نشدین که چرا این جمله درست هستش یا غلط هستش، اون سوالو ول نکنید. خب حالا دیگه برای تست آموزشی حدود 40 تا 50 ماکسیموم دیگه 50 تا تست کافی هستش. این تستا رو که زدین دوباره برمیگردین به کتاب. حالا دیگه شما حدود 40 50 تا تست زدین و میدونین از کدوم قسمت ها سوالای بیشتری تر میشه. برگردین به کتاب و جایی که به نظرتون طراح ازش سیاه سوال تر کرده یا جاهایی که به نظرتون مهمتر هستن رو بیشتر مرور کنید. جایی که مبهم بوده قبلا براتون و الان یاد گرفتین اونا رو بیشتر مرور کنین که براتون بهتر جا بیفته. بعد از اینکه شما تستا رو زدین، برگشتین کتابو یه دور مرور کردین، حالا دیگه موقعش رسیده که تست سنجشی بزنین. تست سنجش هم به این صورت هستش که شما به صورت پک‌های 10 تا یا 20 تا سوال رو چینش می‌کنید. هر 10 تا سوالی که زدین یا هر 20 تا سوالی که زدین برمیگردین از پاسخنامه جواباشو چک می‌کنید. خب حالا شما تست سنجشی رو زدین، تموم کردین.
بعد از تست سنجشی وقت این هستش که شما حاشیه نویسی انجام بدید. یعنی شما در حین این که تست سنجشی میزنید، سوالایی که به نظرتون مهم هستن رو علامت دار کنید. وقتی این تستا رو زدین تمام شد، برگردید نکته ای که از اون سوال یاد گرفتین رو توی کتاب به صورت حاشیه نویسی انجام بدید. یه کار دیگه هم میتونید بکنید، این هستش که کتاب رو سیمی بکنید، لابلای برگه های کتاب یه چند صفحه خالی بذارین که بتونید نکات رو توی اون برگه ها هم یادداشت بکنید. یه نکته دیگه هم بهتون بگم که گفتم که حدوداً 40 تا 50 تا هم تست سنجشی بزنین دیگه اوکی هستش. ببینید شما تو 25 تای اول تست سنجشی که میزنید، اگر لازم باشه یه نکته رو بلد نیستین برگردین از کتاب چکش کنید. ولی تو 25 تای بعدی که تست سنجشی میزنید، دیگه توی اون 25 تا سال دیگه برنگردین به کتاب. شما باید مطالب رو تا یه حدی بلد بوده باشین و نکات یادتون باشه، خودتون بدون اینکه کتاب جلوتون باشه بتونین به سوال جواب بدین. حالا حاشیه نویسی رو هم انجام دادین، تستای سنجشی رو هم زدین، وقت این هستش که دوباره یه بار دیگه اون گفتاری که از کتاب خوندین رو مطالعه بکنید. بعد اینکه کتاب رو خوندین، دوباره اگه لازم میبینید حدود یه 20 تا هم تست بزنید و بعدش دیگه شما مطالب رو تا حد 70% بهش تسلط پیدا کردین. الان اگه میخوایم مرور کنیم، برای مرور بهترین روش این هستش که کتابو بخونین و اون نکاتی که به صورت حاشیه نویسی توی کتاب یادداشت کنین اونا رو مطالعه کنین. یه نکته دیگه راجع به حاشیه نویسی بگم که دقت کنین که حاشیه نویسی نباید به این صورت باشه که شما یه عالمه نکته بنویسین که اصلا وقت نکنید اونا رو بخونید. یعنی ما همیشه داریم یه سری دانش آموزایی که بین برگه‌های کتاب اونقدر برگه اضافی میذارن، اون برگه رو پر میکنن، حتی یه بارم وقت نمیکنن اون نکاتی که نوشتن رو بخونن. شما جز این دسته نباشید. نکاتی که به نظرتون خیلی خیلی مهم هستش، توی آزمونای آزمایشی احتمال اینکه ازش سوال طرح بشه زیاد هستش، اونا رو یادداشت کنید. چون نکات باید تا یه حد معقولی باشه که اگه زیاد باشه، خب شما فرصت نمی‌کنین اون همه نکات رو بخونید. تا یه حد معقولی نکات رو بنویسین. از این نوشتن چیزایی که به نظرتون ساده هستن یادتون میمونه، از اینا اصلا دوری کنین. اینا رو لازم نیست بنویسین. شما به مرور زمان که میخونید یه سری مطالب ساده رو یاد میگیرین. و اینکه موقع تست آموزشی زدن به هیچ وجه حاشیه نویسی نکنید. دلیلش این هستش که شما وقتی تست آموزشی میزنید هنوز به تسلط نسبی به اون مطلب نرسیدین و حس میکنین که هر سوالی که میخونین و به احتمال زیاد نمیتونین جواب بدین خیلی نکته مهمی داره، در حالی که اون سوال اصلا مهم نیست. چون بلد نیستین حس میکنین اون سوال مهمه. پس موقعی که تست آموزشی میزنین به هیچ وجه نکات رو وارد کتاب نکنید، چون همین عامل باعث میشه که حجم نکاتی که وارد میکنین خیلی زیاد باشه و وقت نمیکنین همه اون نکات رو بخونید. تست سنجشی رو بزنید و بعدش علامت دارهایی که توی تست سنجش مشخص کردین نکات اونا رو وارد کتاب کنید. نکته دیگه توی مطالعه زیست این هستش که از سوالای کنکورهای سراسری به هیچ عنوان غافل نشین. یه سری کتابا هستن که سوالای کنکورهای سراسری توشون خیلی زیاد هستن، سعی کنید از اونا استفاده کنید. به عنوان مثال اگر بخوام یه مثال بهتون بگم، کتاب‌های آبی این ویژگی رو دارن که تعداد سوال‌های کنکور سراسرشون نسبت به کتاب‌های دیگه خیلی زیاد هستش. با اینکه سوالای تالیفیشون کیفیت چندان خوبی نداره، ولی شما میتونید این کتاب‌ها رو تهیه کنید و فقط تستای کنکور سراسرش رو بزنید. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودیم و تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. هر سوالی که دارین توی کامنت‌ها ازمون بپرسین، تا حد امکان من سعی می‌کنم که جوابتون رو بدم. توی اینستاگرام هم ما رو فالو کنید و اگر سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید. ما به تک تک حمایت های شما نیاز داریم. حتی اگه یه چیز مثبت از این ویدیو یاد گرفتین، لطفاً ویدیو رو لایک کنیم و توی کامنت ها برامون بنویسین که دوست دارین راجع به چه موضوعی ویدیو بسازیم. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین.